افغانستان سال جاری میلادی را با تشدید جنگ و خونریزی سپری کرده است و ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا میگوید در راستای تلاش برای پایان بخشیدن به جنگ در 3 ماه گذشته شمار حملات هوایی کشورهای ائتلاف به بالاترین میزان خود در 17 سال گذشته رسیده است. جزئیات بیشتر در برگردان گزارش بیل گالو، خبرنگار صدای آمریکا. 2018 سال پرتلفاتی برای افغانستان بوده. تعداد بمب‌هایی که در طی 3 ماه اول سال 2018 توسط هواپیماهای ائتلاف در افغانستان فرو ریخته برابر همه بمب‌های 15 سال گذشته بوده است. درگیری‌ها از ماه اوت و همزمان با اعلام استراتژی جدید پرزیدنت دونالد ترامپ رو به تشدید گذاشته است. اما تحلیلگران می‌گویند بمب‌ها در 17 سال گذشته موفق به پایان دادن درگیری‌ها نشده و امیدی به اتمام آن بر اثر حملات اخیر هم نیست. به نظر من این نشان ناامیدی نیروهای آمریکا، زیرا نیروهای ما نمیتوانند از طریق حملات هوایی شبه نظامیان طالبان را از بین ببرند و نتیجه جنگ را به صورت چشمگیری تغییر دهند. پیش بینی می شود با رسیدن ماه‌های گرم سال درگیری تشدید شده و شرایط رو به بخامت برود. روز یکشنبه 60 نفر در حمله نیروهای داعش به یکی از محل‌های ثبت نام برای رأی‌گیری در کابل کشته شدند و با اینکه درگیری‌ها پس از دعوت اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از طالبان برای شرکت در مبارزه سیاسی و حضور در انتخابات شدت گرفته است، اما این اقدام از سوی پروفسور توماس جانسون گامی مثبت ارزیابی می شود. من اهمیتی به تعداد پروازها و حملات هوایی نمی دهم، زیرا ما هرگز برنده نظامی این جنگ نخواهیم بود. اما مقام‌های وزارت دفاع آمریکا می‌گویند حملات هوایی بخشی از استراتژی جامع آنها برای فشار بر نیروهای شبه نظامی و آغاز مذاکرات است و مهلت و محدودیت زمانی برای آن وجود ندارد. حضور ما در اینجا بر اساس شرایط است و زمانبندی خاصی ندارد. ما اینجا هستیم تا به هدف تعیین شده برسیم. با این همه او نیز توافق دارد که جنگ به بن‌بست رسیده است. آخرین برآوردهای ارتش آمریکا نیز حاکی از آن است که دولت افغانستان تنها بر نیمی از کشور تسلط دارد و باقی تحت کنترل نیروهای شبه نظامی و مهاجمان است.